او ایده تامین اجرایش قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 29 مارس سال 2019 تحت رقم 117 درباره سری وقت آماده نمودن ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات جمهوری برای فعالیت منتظم و ثمره‌بخش در موسم تیرماه و زمستان سال‌های 2019-2020 از جانب کارمندان مسئول شعبه بازرسی دولتی افتمبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوغ رفت آمادگی مؤسسه‌های دولتی نگهداری روح‌های افتمبیلگرد در ناحیه‌های سپیتامین و جابر رسولوف در موسم زمستان گذرانی بهر تامین بی‌خطری حرکت در راه‌ها و حرکت بی‌ممانعت واسطه‌های نقلیات سنجیده شد. در مؤسسه‌های مذکور تکنیک‌های راهسازی در حالت خوبی کاری بوده، موادهای ضروری از قبیل سوزشواری، روغن‌های مولیدنی و موادهای ضد لغزش از روی نقشه در سطح ضروری ذخیره کرده شده است که از آمادگی پوره آنها در دوره زمستان شهادت می‌دهد. برای با موفقیت گذراندن موسم تیرماه و زمستان از طرف وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان برای ما همچون مبلغ الهوگی 11 جفت سر لباس مخصوصی کاری زمستانه و 11 جفت پایفزال مخصوصی زمستانه گرم جدا کرده شد. باوری داریم و وعده می‌دهیم که فصل تیرماه زمستان 2019 و 2020 را با موفقیت می‌گذرانیم و انجام می‌رسانیم. همزمان با مقصد تامین بی‌خطری حرکت در راه‌ها و پیشگیری حادثه‌های راه نقلیاتی، همچنین آمادگی خوبی رانندگان به فصل زمستان، واخری رهبریت شعبه بازرسی دولتی افتمبیل ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوغ و رانندگان واسطه‌های نقلیات مسافرکشان و بارکشان در اسکوهای پختکار شهر خوجند و تقویک ناحیه سپیتامین دایر گردید. در واخری معاون سردار شعبه بازرسی دولتی افتمبیل پدپلکونیک میلیسیا رحمتزاده داورون، سردار شعبچه نظارت و تشکیل حرکت در راه پدپلکونیک میلیسیا نورعلیزاده امامعلی و سردار شعبچه تشویقات و ترغیبات پدپلکونیک میلیسیا رحیمزاده کریم در نزد رانندگان برآمد نموده، اوید وضع صدمناکی و سبب عاملهای رخ دادن آنها، پیشگیری حادثههای راه نقلیاتی، آداب و انتظام رانندگان در وقت حرکت، حالت امروزی راههای نقلیاتگرد و وضع حرکت در اغبههای شهرستان و انزاب، اینچنین تیار شدن خود رانندگان و واسطه نقلیاتشان به فصل زمستان در حالتهای باریدن برف و یخ بستن راهها سخن راند. تاکید کرده شد که باید هر یک راننده به طلبات قاعدههای حرکت در راه منتظم رعایت نموده حیات خود و اطرافیان را از خطر امین نگاه دارد، زیرا رعایت حتمی قاعدههای حرکت در راه گروی سلامتی و بیخطری هر یک شهروند می باشد. باقی به همه رانندگان راهی سفید و بیخطر خواهانیم.